Hello everyone, this is Borna Kazari from Melbourne, Australia. I hope you're doing fine. And first of all, thank you so very much for all your lovely comments and messages regarding my shows here on Instagram. And please forgive me for not able to reply you all. Anyways, tonight I'm going to have a conversation with Houman Hajjabi, who was born in 1979 in Iran and migrated to Turkey 3 years ago and teaching Iranian music at Istanbul University. He began learning music at the age of 11 and has also worked in other arts, including theater, acting, calligraphy, photography, journalism, and essays writing. For Houman, music and singing have always been a priority. He started learning two traditional Iranian instruments, tar and sitar, and benefited from the best Iranian traditional music professors such as Manoucher Abdullahi, Ali Khashinejad, Jalal Zolfanoun, Kayvan Saked, Hushang Zarif, and also music theory and harmony, combining poetry and music with Hossein Dehlavi and Hushang Kamkar. He's several concerts with many groups in Iran, including the Chavush group, led by Professor Zaidullah Tulouri. Houman has had experience of running the workshop regarding Iranian music and has also held the Iranian instrumental exhibition. Houman has composed and arranged the album, which is called I'm Mashit, in Persian and Istanbul Turkish, which has been released in Turkey. His publishing book on getting acquainted with the Iranian music celebrities in Turkish. The entire conversation with Houman is going to be in modern time Farsi. And if you want to find out actually more about him, you can go to his page on Instagram. Thank you. دوستان فارسی زبان سلام، من برنا کازرانی هستم از شهر ملبورن کشور استرالیا. امیدوارم که خوب باشیم. امشب میخوام با هومان حاجبی گفتگو کنم. او متولد 1358 در ایران است و 3 سال پیش به کشور ترکیه مهاجرت کرده است. او از سن 11 سالگی شروع به یادگیری موسیقی کرد و همچنین فعالیت در هنرهای دیگری از جمله تئاتر، بازیگری در سینما، خوشنویسی، عکاسی، خبرنگاری، مقاله نویسی هم ترجمه دارد. برای هومان موسیقی و خواندن همیشه در اولویت بودند. تار و ستار را نزد اساتیری چون منوچهر عبداللهی، علی خشی‌نژاد، جلال زلفانون، کیوان ساکت، مرحوم هوشنگ ظریف آموخت و همچنین تئوری موسیقی و هارمونی، تلفیق شعر و موسیقی را نزد مرحوم حسین دهلوی و هوشنگ کامکار آموخت. او با گروه های زیادی در ایران کنسرت داشته است، از جمله گروه چاوش به رهبری استاد زیدالله طلویی. هومان تجربه گرم‌دادندگی ورکشاپ را برای شناخت موسیقی ایرانی را داشته است و همچنین نمایشگاه ساز شناسی را برگزار کرده است. هومان آلبوم من محشیدم را به فارسی و ترکی استانبولی را آهنگسازی و تنظیم کرده است که در ترکیه منتشر شده است. او کتاب آشنایی با مشاهیر موسیقی ایران را به زبان ترکی در دست چاپ و انتشار دارد و در دانشگاه استانبول موسیقی ایرانی را تدریس می کند. هومان در زمینه ورزش سال هاست که فعالیت می کند. او مربی تکواندو هست. بذاریم بریم باش گفته بکنیم. سلام یه خورده صدای موبایلت میاری پایین که دیستورد نشه. بله اصلا چیز میکنم هنسفری میذارم که تو گفتی بود. نه هنسفری نه فقط یه خورده بیارش پایین. هنسفری نذارم الان چطوره؟ خب یه خورده تا جایی که فقط صدای منو بتونی بشنم که دیستورد نشه. الان یه صدای من چه خبر؟ خوبی شما؟ بله بسیار بسیار سرد. ما همینجوری هر شب من میشینم جلوی این دوربین هی تعداد چیزا بیشتر میشه انقدر که اینجا داره سرد میشه.
خب ببین، من خیلی سوال دارم ازت هومان. فقط یه سلام علیک سریع میخوای به کسایی که الان ما رو دارن نگاه میکنن و بعدا قرار ما رو نگاه بکنن بکنین لطفا. من درود میفرستم به همه دوستان فارسی زبان و دوستانی که این برنامه رو میبینن، حالا چه داخل ایران هن چه خارج از ایران. امیدوارم که حالشون خوب باشه هر چی که هستن. در خدمت هم برونا جان. مرسی عزیزم. هومان جان، یکی از موضوعاتی که برای خود من در ارتباط با تو کمی سخت فهمیدنش، هنرمند بودن تو، صدای زیبا و نواختن حرفه‌ای توست و در سطح اصلا یه چیز اکستریم دیگه، مثلا قسمت داور بودن تو در کار تکواندو هستش و میخوام ببینم یکی خیلی خشن و رزمیه و یکی خیلی بسیار لطیف و آروم، اینا چیه داستانه؟ چجوری تونستی اینا رو؟ توی این مقوله خیلی از دوستان دارن فعالیت میکنن، یعنی به این شکل. هنرمندای دیگه ای اما داریم که هم ورزش رزمی انجام دادن هم کار هنری کردن. خب توی سن 11-12 سالگی من موسیقی رو شروع کردم و دقیقا پدرم دنبال این میگشت که منو توی یه ورزشی هم بذاره، گذاشت کشتی، شنا یا ورزشای دیگه، ولی آخر سر من تو سن 13-14 سالگی خودم گرایش پیدا کردم به ورزش رزمی تکواندو. اوایلش هر چیزی نمیفهمیدم، یعنی درکی ازش نبود، فقط انجام میشد از ورزش و هنر، ولی کم کم این دوتا اتفاقا خیلی خوب با هم مچ شدن. به خاطر اینکه من یه تایمهایی سکوت رو میخواستم، یه تایمهایی آرامش رو میخواستم برای اینکه موزیکم رو کار کنم. حالا تو دوره هنرجویی که هنوزم هستم تمرینم رو بکنم، کارم رو انجام بدم، ولی یه تایم هایی لازم داشتم که خب به هر حال جوونی و نوجوونیم رو بگذرونم و اون حس هیجانات و شیطنت ها و اینها اتفاق بیفته، که خب تکواندو اون رو دقیقا ارضا میکرد. اتفاقا خیلی خوب مچ شده بود با هم دیگه و سالها ادامه پیدا کرد تا حالا تا امروز که پیش شما این خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. همون قسمت رو هنوز ندیدم که اتفاق بیفت. ببین، خوندن بایوگرافی آدم ها برای من بسیار شد در بعضی از مواقع جذابتر باشه تا اینکه خودشون رو ببینم، چون این فرصت به من میده تا بتونم عمیق‌تر بهشون فکر بکنم. شخص تو خیلی از دستاندازهای زیادی در زندگی دور کردی و به جایی رسیدی که الان رسیدی، یعنی تمام زندگیت رو دادی شاید تا اون چیزی باشی که الان هستی. برای من از اول تعریف کن که از بچگی اصلا چگونه موسیقی شد، تمام زندگیت از کجا شروع شد، اون روزا رو میخوام. این سوال مشترک منه وقتی من با خارجی‌ها گفتگو میکنم و حتی با فارسی زبان ها، برای من اون قسمت خیلی قسمت جالبیه. ببین زندگی، خب یه سری بچه‌ها که میان سراغ هنر، میان سراغ موسیقی، یا پدر، مادر، یا عمو، دایی، خاله هنرمندن و توی یک رشته هنری دارن کار میکنن. خب بچه‌ها اون هنر رو پیش پدر، مادر یا اقوامشون میبینن و علاقه‌مند میشن و پیش اونا شاگردی میکنن. خیلی از بچه‌های موزیسین اینطوری اومدن بالا. من توی خانواده کاملا مذهبی و متعصب به دنیا اومدم. پدر بزرگم مؤمن بود، پدر مادرم، و خب مادر من بسیار متعصب روی اسلام. خب من هیچ فضایی برای ورود به هنر نداشتم، هیچ فضایی، یعنی هیچ کسی توی فامیل پدری و مادری من هنر رو سمتش هم نرفته بود، نزدیکش هم نشد. توی مسافرت هایی که خب ما اصالتا خراسانیم، تو مسافرت هایی که با پدرم از تهران حرکت میکردیم، میرفتیم مشهد به دیدار عموهام، پدرم کاست های استاد شجریان رو میگذاشت توی ماشین و خیلی ارادت داشت به ایشون و آواز استاد شجریان رو خیلی دوست داشت. خیلی جالبه که من اون موقعی که کاست استاد شجریان توی ماشین پخش میشد، من فقط ابراز تنفر میکردم از موسیقی ایرانی و خب اینی که دارم بهت میگم مال مثلا کلاس اول، دوم، سوم دبستانه
بعد تو لابلای این کاست ها به هر حال آواز موسیقی ایرانی رو نمیتونستم هضم بکنم، نمیتونستم بفهمم، چون ریتم نداشت و نداره. تا اینکه توی این کاست ها پدرم یه کاستی به دستش رسید که تک نوازی ستار بود از مرحوم استاد جلال زلفانون، و این کاست توی سن 10 سالگی آتشی بر جان من انداخت که اصلا خودم هم نمیدونستم. من عاشق شدم دیگه، یعنی دقیقا طعم عاشق شدن رو من تو سن 10 سالگی چشیدم. عاشقی شدم که دیگه نمیتونستم درس بخونم، نمیتونستم کار دیگه ای انجام بدم، یعنی این یک عاشق مجازی که اتفاق میفته، یه پسری یا دختری عاشق هم میشن و هیچ کاری نمیتونن بکنن، من فلج شدم و هیچ کاری نمیتونستم بکنم. طوری که من در کلاس 5 دبستان، حالا این بدآموزی داره امیدوارم بچه‌ها نبینن، در کلاس 5 دبستان 7 تجریدی آوردم. خب عاشق شده بودم. ببین اصلا هیچی نمیفهمیدم. و خب پدر مادر مخالف موسیقی، به خاطر اینکه میگفتن ای میخوای بری مطرب شی، و من از یک دست فروش یک ساز خیلی بد خریدم چون نمیشناختم، فقط ازش پرسیدم این چیه، گفت ستاره، و من ستار ندیده بودم و اون رو خریدم، هرچی ایدی داشتم و اینا دادم. یادمه که 7000 تومان پول دادم و تصادفاً با آقای منوچهر عبداللهی آشنا شدم، پیش ایشون کلاس رفتم. جلسه اول ایشون گفت این ساز که به درد چهارشنبه سوری میخوره، باید آتیشش بزنی، هیچ. ولی ایشون لطف کرد یه ستار در اختیار من گذاشت که من خورد پولش رو بهش دادم، و چون خانوادم شهریه به من نمیدادن، پول به من نمیدادن که بابت کلاس بدم، برای فعل حرام بخوام پول بدم، آقای عبداللهی 3 سال از من شهریه نگرفت. و من به گردنشون خیلی مدیونم، هر وقت در مورد این داستان حرف میزنم مثلا خودم حالم دگرگون میشه. و بعد از 3 سال هم که دیگه مشغول تدریس ستار شدم، یعنی اجازه تدریس گرفتم، و خب حالا هم ساز درس میدادم هم کارهای دیگه میکردم، هزینه کلاس‌های بعدیم رو دیگه خودم در آوردم. و نقطه غم انگیز داستان اینه که پدر مادر من تا امروز 1 دونه از کنسرت های من هم نیومدن، و من 27 سال دارم موسیقی کار میکنم و هیچ حمایت، برخلاف خیلی از دوستان، هیچ حمایت خانوادگی پشتم نبوده، مگر اینکه حالا خیلی دارم زیاده گویی میکنم، از موقعی که ازدواج کردم که 15 سال ازدواج کردم، طی این 15 سال فقط همسرم من رو حمایت کرد و من رو قول داد که ادامه بده، کار کن. من یادم آلبومی که با علیرضا افتخاری، استاد افتخاری کار کردم، خب خیلی ذوق زده بودم که این آلبوم، بالاخره من یه آلبوم کار کردم با دوستانم. وقتی به پدرم دادم اصلا نه تشویقی، نه آفرینی، نه باریکندی. البته خب انصافا پدر من پشت پرده خیلی هوای منو داشت، پول نمیداد، هزینه نمیکرد، چون پدرم اینقدر متعصب نیست مثل مادرم، ولی پدرم مثلا هر از گاهی میومد میشست سازمو گوش میکرد ولی چیزی نمیگفت، میرفت. و خب من میفهمیدم که داره لذت میبره از این که دارم موسیقی یه کارایی میکنم. و حالا سختی های خیلی عجیب غریبی کشیدم دیگه در موردش، حالا اگر فرصتی بود. بعد فکر میکنم خیلی جالب بود، خیلی بر من جالب بود، توی بایوگرافیت اشاره کردی ولی من نیاوردم، و توی چون یکی از سوالایی بود که خودم دوست داشتم بدونم. همان ترکیه سازهای بسیار خوب و غنی داره، مثل کمانچه. من با یک خواننده، با یک نوازنده خیلی داشتم گفتگو میکردم که اتفاقا تو هم ببخشید، و خیلی خیلی سازهای غنی داره در حقیقت، مثل ایران، تا جایی که من حالا تحقیق کردم و داشتم اون گفتگو میکردم. تو در دانشگاه موسیقی ایرانی تدریس میکنی، این رشته چقدر میتونه برای دانشجویان خارجی جذاب باشه؟ یه خورده بر من راجع به این چالشات بگو که میان و میخوان یاد بگیرن. ببین اولا که دانشگاه ترکیه اصلا موسیقی ایرانی توش هیچ وقت تدریس نشده، ما توی هیچ کدوم از دانشگاه ترکیه موسیقی ایرانی درس داده نشده.
فقط هر از گاهی یکی دوتا ورکشاپ گذاشته شده تا این همه سال. خیلی سخت وارد شدم به کمک یک دوستان ترک خبرنگارم این اتفاق برای من افتاد و خب سال اول خیلی سال پرچالشی بود به خاطر اینکه اصلا تبلیغات نمی کرد دانشگاه، کلاس من رو به عنوان کلاس مرجع قرار نداده بود، یه کلاسی بود کنار کلاس‌های واجبات بچه ها، کلاس من هم بود، حالا هر کی دوستاش می اومد 5 دقیقه می شست 10 دقیقه می شست می رفت. خب این اتفاق 3 سال افتاد، فقط تو سال اول نیفتاد و من 3 سال بدون گرفتن شهریه از دانشگاه، بدون گرفتن هیچ دستمزدی اونجا تدریس کردم، ولی خب به جای رسید که اصلا دیگه نمیتونن منکر من بشن، دانشجوها تعدادشون خیلی زیاد شده و بچه ها سر کلاس ساز میان، سر کلاس آواز میان، سر کلاس زبان فارسی میرن و زبان فارسی یاد میگیرن برای اینکه بتونن موسیقی ایرانی رو بفهمن و بشنون. خیلی سخت بود، خدا رو شکر که ما هیچ حمایت دولتی هم نداریم، یعنی اینجا کنسولگری من باشون صحبت کردم که آقا میشه این کارا رو کرد، گفتن که شرمنده ما اصلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خب منم از اونجایی که خب یه جوری تربیت شدم که کلن حامی نداشتم توی هیچ دوره هنریم، خودم ادامه دادم. وضعیت موسیقی ترکیه خب وضعیت خوبی است. من اینجا خبرگزاری ها هم با هم مصاحبه کردن، 3-4 تا روزنامه با من مصاحبه کردن تو سال دوم، اونجا هم گفتم موسیقی ترکیه موسیقی غنی است، مانند موسیقی ایران، برگرفته از موسیقی ایران به هر حال، ولی واقعیت ام این است که دنیا الان موسیقی ترک رو بیشتر از موسیقی ایرانی میشناسه. بله. آرتیست‌های ترک رو بیشتر از هنرمندها و آرتیست‌های ایرانی میشناسه. سانسوری وجود نداره و مردم بسیار آشنان و اون قضیه فرهنگ غرب و شرقی که با هم به درستی در حقیقت میکس شده خیلی راحت‌تر این رو به گوش آدما میرسونه، کسی علیه کسی شاید اونقدر نیستش، آزادی عمل داری برای اون چیزی که میخواد باشی دیگه و طبعا. خیلی دولت حمایت نکنه ولی آدم ها حمایتشون رو میکنن و خب در حال نزدیک اروپا هم هست و میره دیگه، دولت هم ببین بها میده دیگه، به هر حال دیگه تو هر جایی توی استانبول که تردد میکنی، خب استانبول شهر بسیار گرونیست، به جرئت میتونم بگم یکی از شهرهای گرون دنیاست، هزینه‌اش خیلی بالاست. تو وقتی تو اینجا گرون عزیزم، تو وقتی تو استانبول حرکت میکنی تو کافه ها میشینی همش موسیقیه، یعنی موسیقی زنده تو همه کافه ها داره اجرا میشه، خب کسی بهش نمیگه چرا کنار خیابون داری ساز میزنی، ولی تو ایران هیچ کدوم از این برنامه ها نیست دیگه. ما موزیسین های ایرانیمون یه جور دیگه ای تربیت شدن برناد، اتفاقا تو لایو هایی که با بچه ها دارم توی کشورهای دیگه، مثلا بچه هایی اصلا کانادا هن باهاشون صحبت کردم، دوستانی هستن که آلمان هن باهاشون صحبت کردم لایو داشتن، توی ایران ما موزیسین های کلاسیک ایرانیمون رو سنتیمون رو طوری تربیت میکنیم که انگار خیلی کارها رو دوست ندارن انجام بدن. آره. مثلا داریم یک جزء یکی از سوالات من هستش اتفاقا، خیلی اینو اشاره کردی، تو به عنوان کسی که هم میخونه هم مینوازه و هم تدریس میکنه، چقدر بر جامعه شناس دقیقی باشی، مردم شناس خوبی باشی، فرهنگ و اقلیم شناسی رو بدونی، چون در طی سالیان سال سازهایی به وجود اومدن که درست مربوط به همان نواحی یا مثلا خطه از اون جغرافیا بودن، چیزی که مردم کم میدونن، یعنی مثلا میگن ساز ایرانی مثلا نیلبک یا مثلا سازهای جنوبی جزء سازهای ایرانی هستش، ولی
خیلی کم میدونن به غیر از اون قشری که خب علاقه دارن راجع به بکگراند اون مثلا ساز بدونن یا مثلا اون داستانش رو بدونن از کجا چجوری به وجود اومده. چقدر باید بدونی و چقدر مهمه افرادی که میخوان بیاموزند بدونن این قضیه رو؟ ببین، یه اتفاق خیلی خوبی که تو مسیر موسیقی من افتاد اینه که من یه دوره ممنوع کار شدم توی ایران و دیگه نتونستم کار هنری انجام بدم، نتونستم مقاله بنویسم، نتونستم و مجبور شدم راننده تاکسی تو تهران. من 2.5 سال راننده تاکسی بودم و اون پروسه 2.5 سال راننده تاکسی مردم شناسی من رو خیلی قوی کرد، جامعه شناسی من رو خیلی قوی کرد، روانشناسی من رو خیلی قوی کرد. و یکی از چیزایی که من تو کلاسه درسیم تو ایران به بچه‌ها میگفتم اگر قرار آرتیست بشید، اگر قرار هنرمند بشید، باید جامعه شناس باشید، روانشناس باشید، باید بدونی وقتی روی صحنه نشستی انرژی که از طرف مخاطب سمت تو میاد کنترلش بکنی، درکش بکنی، قطعت رو عوض بکنی، آهنگت رو تغییر بدی و فراخور اونها کار بکنی و قطعه بنوازی. خب این مقوله اینجا به من خیلی کمک کرد. اکثر دوستان وقتی از ایران خارج میشن تو کشور دیگه میرن، اگر آلبومی کار میکنن یا کنسرتی میدن، فراخور موسیقی که بلدن و زبانی که دارن زبان فارسی است کار میسازن، اکثرا اینطوری هن. ولی من اینجا به زبان ترکی استانبولی کار ساختم. به کار خیلی برای مهم نیست راجع به اون مردم شناسیه، اقلیم شناسیه و جغرافیایی که این سازها توش در حقیقت به وجود اومدن برای من یعنی سوال من بیشتر راجع به اون هستش. و تو گفتی که در حال وقتی که راننده تاکسی بودی و میروندی و اینا، اون ناخودآگاه این زمینه رو برای تو به وجود آورد که یاد بگیری. و من فکر میکنم خیلی داری درست میگی، یعنی خیلی مهمه که آدم بدونه واقعا به چه صورت این قضیه باید بره جلو. ببین، خب همین داستان که من به زبان ترکی شروع کردم کار کردم، دلیلش جامعه شناسیه. جامعه ایرانی توی ترکیه جامعه منسجمی نیست. هیچ کجا جامعه نیست که هیچ کجا نیست. حالا اینجا فاجعه است. اینجا اصلا تو شرایط خیلی عجیب غریبه. اینجا ایرانی ها اولین چیزی که دنبالشن رزق و روزی و خورد و خوراک و اینجور چیزا هست، پول به دست آوردنه، دنبال هنر نیستن. و بالعکس ترک ها خیلی علاقه دارن به موسیقی ایرانی و خیلی استقبال میکنن از ساز، چون تو سازهای مشترک ما زیاد داریم، دفنه، کمانچه، خود باقلاما که ساز ملی این هاست و ساز اصلیشون هست، ما توی شهرهای ترک نشینمون ساز باقلاما رو می نوازیم و می خوانیم باهاش. خب خیلی اشتراکات وجود داره از نظر مقامهای موسیقایی، ما خیلی اشتراکات داریم با ترکیه. اینها باعث شد که خب من زیاد کار سختی نداشته باشم از اینکه اقلیم شناسی بکنم. میدونی زیاد سختم نبود. فقط تنها کار کوچیکی که باید میکردم برای اینکه خودم رو جا بکنم توی جامعه ترک، چون اینجا خیلی مافیای موسیقی بسیار بزرگی داره، این بود که به زبان خودشون کار بسازم. و خب این باعث شد که خب کار من زیاد سخت نمیشه. تو اگه مثلا توی کشور اروپایی باشی یا مثلا استرالیا یا اسپانیا، اینا داستان خیلی فرق میکنه. شاید مجبور باشی جامعه شناستر باشی، میدونی روانشناستر باشی. در همین من فهم میکنم جغرافیا برای ساز، برای نواختن، برای خواننده ها خیلی میتونه متفاوت باشه و متفاوت تعبیر بشه راجع به این قضیه که در حقیقت چه کار میخوام بکنن. من فکر میکنم یکی از دلایلی که اصلا موسیقی ما توی دنیا، تو اروپا، آمریکا زیاد شنیده نشد، زیاد گل نکرد، شاید همین موضوعی که تو بابش رو باز کردی، یعنی ضعف داشتیم توی جامعه شناسی، توی مردم شناسی کشورهایی که توشون ورود کردیم. نمیدونم، به خاطر منیت هست که من برای میخوام بعدش راجع به صحبت بکنیم. الان میخوام یکی از سازهاتون رو، شماره 10
و انقدر ساز پشتشان یعنی چهار ده. من امروز توی چیز توی حال هوایی بودم که اگر مایل باشی اول برات یه تار میزنم. بله. و یکی از قطعاتی که هنوز منتشر نکردم و حالا من آنچنان صدای خوبی ندارم و زیادم روی خوانندگی خودم کمتر مانور میدم، سعی میکنم که از خواننده های جوان استفاده بکنم توی کارها، ولی بعضا خب مجبورم که بخونم و این اتفاق هم میفته. یعنی بعد بیاد عقب که من خودت و سازت رو ببینم هر دارو. آره حتما من یه تغییر تحولاتی در بله اینجا میدم. پرفکت. یه خورده ما صدا اینو کم بکنیم که دیستورد نشه. صدا خوبه؟ سر خواهم کرد
اسمش وطنمه. شعرش رو یکی از هنرجوهای قدیمم گفته که نابیناست. توی ایران؟ توی ایران هنرجوی ستارم بود و نابیناست، مادرزاد نابیناست. و این شعر رو به مبینای عزیز گفته که یه دختر دانشجوی ادبیات فارسی است در حال حاضر، و من این هنرجو رو بسیار دوست می‌دارم. بسیار بسیار زیبا، مرسی، واقعا خیلی لطف کردی. حالا برمیگردیم. الان می‌خوام بریم سراغ همون چیزی که برای خود من خیلی جالبه. سوال یه خورده طولانیه به خاطر اینکه فکر کنم خیلی سوال مهمی هستش. ببین، یه خورده هنرمندیت با من حرف بزن. هنرمندان ایرانی هنرمندان بسیار متوهمی هستند در خیلی از مواقع. یعنی این رو من پس از سالها الان وقتی که دوباره با خیلی در ارتباط شدم سر همین برنامه، این رو کاملا بیشتر از بیش واقعا پیش متوجه شدم. نه همه، اما تعدادشون بسیار بیشماره. و این هم خب به نظر من همونجوری که داشتیم صحبت میکردیم و ما با خیلی صحبت کردم، به خاطر فرهنگ بیمارگونه یک توی ایران الان حاکمه و وجود داره. همبستگی، همراهی و پشتبانی کردن از همدیگر رو بسیار کم میبینی تو در بین هنرمندا. و من فقط ایرانی ها رو میشناسم که این گونه به خودشون قرن. من هیچ ملیت دیگه رو نمیشناسم. من یکی از کارام اینه که تو اداره ایمیگریشن اینجا کار میکنم، با آدمای مختلفی اینترویو میکنم و سالیانی که در حقیقت و دارم این کار رو انجام میدم و با ملیت های مختلف، زبان های مختلف سر و کار دارم. و من فقط راجع به آرتیستا صحبت نمیکنم، ولی الان چون صحبتمون راجع به هنرمندا هستش، این قضیه رو روش بیشتر فوکس میکنم. ببینید، وقتی به چهرهاشون نگاه میکنی، تلخ، سرد، مثلا لبخند ندارن. من باز راجع به همه حرف نمیزنم. چرا اینطوریه؟ چرا این گونه است؟ چرا خیلی منیت زیاده توشون؟ یعنی خیلی خیلی زیاد. تو چی فکر میکنی؟ تو از ایمپرشن خودت، تو از برداشت خودت به من بگو. ببین، توی گفتگوهای من اتفاقا در مورد این موضوع من خیلی صحبت کردم با بچه های موزیسی هم اکیدش رو چیزی که میخوایم. آره، ببین، ما این مال این 40 سال و 50 سال نیست، داستان خیلی عقب تره. مرحوم روح الله خالقی، یکی از اساتید جاودانه موسیقی ایرانی است، در کتابی با عنوان تاریخچه سرگذشت موسیقی ایرانی یه سوالی رو خودشون میپرسن، خودشون هم جواب میدن.
میگه از من زیاد میپرسن که چرا موسیقی ایرانی موسیقی غمگینی است. بعد خود استاد جواب میده تو کتاب، میگه اگر اتفاقاتی که در تاریخ و سرگذشت ایران افتاده برای هر ملتی میافتاد، همینی بود که الان ما هستیم. اتفاقات تاریخی، جنگ ها، تهاجم ها، دشمنی ها، همیشه ایران مرکز تاخت و تاز قبل از اعراب، حتی یعنی حالا بعد از اعراب به این ور مغولو داشتیم، نمیدونم، یعنی میدونی همش توی ایران جنگ بوده، همش توی ایران به دلایل موقعیت اقلیمی که داشته روز خوش ندیده، حالا توی این 40 سال هم که بدتر به یه شکل دیگه. خب استاد خالقی میگه اگر از این به بعد ملت ایران فقط شادی ببینن، موسیقی کلاسیک ایرانی اتفاقا موسیقی بسیار شادی است و میتونه موسیقی شادی باشه. خب حالا میخوام به مطلب تو برسم، ما از دوره صفویه به این ور موزیسین ها فقط در مورد موسیقی، من کلی گفتم که کل ملت ایران این ریختیه. خب من موزیسین توی همین جامعه در اومدم، این قطعه ای که الان تو شنیدی مثلا یه قطعه عاشقانه است، ولی ببین چقدر غمگین بود. خانم من همیشه میگه که آقا چرا انقدر قطعه غمگین میسازی؟ میگم خب چیکارش باید بکنم؟ اتفاقی نمیفته که بخواد شاد باشه. از دوره صفویه به این ور ما شدیداً بچهای موزیسین و اساتید موسیقی در تنگنا قرار گرفتن و مسائل و مشکلاتشون شروع شد، طوری که ما همین ساز ستاری که میبینی رو مجبور بودیم به صورت کوچولوتر داشته باشیم. و کاسه ستار به این شکل دیگه نبوده، کتابی بوده، یعنی مثل کتاب تا اینجا بوده، این برجستگی رو نداشته، دسته کوتاه‌تر بوده و موزیسین‌های ما زیر عبا، عبا لباسی است که ملاها می‌پوشن، ولی زیر عبا تو آستین عبا قایم می‌کردن و می‌رفتن قایم می‌کردن و یواشکی می‌رفتن می‌شستن نشست‌های ادبی فرهنگی که وجود داشته. خب تو توقع داری یه موزیسیانی که با این همه استرس میرفته یه جا ساز بزنه که یه وقت نگیرنه، شلاقش نزنن، سازش رو نشکنن. این اتفاق در سال دهه 60 هم افتاده ها، یعنی فکر نکن فقط من الان در مورد قاجار دارم صحبت میکنم، نه، دهه 60 روایتی وجود داره، داستانیست واقعیت که استاد فرج اللهی، استاد کمانچه، از یک شب ضبطشون در استودیو صحبت میکنه. میگه ما از استودیو اومدیم بیرون، آقای فرج اللهی بوده، آقای پایبر بوده، آقای هوشنگ ظریف بوده، میگه کمیته جلوی ما رو گرفت و ما رو میخواستن ببرن کمیته که این سازا چیه، کدوم عروسی اومدین. خب تو میخوای وقتی به یه همچین نوازندهی در دهه 60، حالا دوره قاجار رو بلشون، اینجوری گیر میدادن و بهشون میگفتن که آیا مجوز حمل ساز دارید؟ باز داریم میریم همین چیزایی که میگی درسته ها، همین چیزایی که داری میگی درسته. من بذار یه خود باز مخالفت بکنم و بعد یه جمله بگو، یعنی تو هم به جواب منو بده که من بتونم بریم یه چیز دیگه یه خود فضا رو عوض بکنیم. اگر آره ملت ایران ملت غمگینیه، ولی توی قشره قشرهای مختلف تو این منیت رو میبینی؟ یعنی این گونه نیستش که همه این منیت رو داشته باشن، همه من این گونم، من این جوریم، من بهترین. این مشکل فرهنگیه، این مشکلی که نیومدن بازش بکنن، این مشکلی که الان نسل جدید اصلا خیلی از این خواننده های قدیمی رو نمیشناسه و خیلی اصلا براش فرقی نمی کنه. خیلی تو خودت برنامه لایو داری قطعا راجع به این چیزا خیلی صحبت کردی. این منیت رو بین آرتیست ها، فقط من موسیقی کسایی که کار موسیقی میکنن نمیگم، هنرمندا هستش، بین کارگردان ها هستش، خیلی جالبه. من وقتی که الان دیگه داره تقریبا میشه 70 شب که من این کارو دارم انجام میدم، به آدم خارج
آدم های خیلی مطرحی هم آوردم باهاشون گفته و کردم. یعنی من با اینی که چقدر که فالوئر داره نداره، چقدر لاک میگیره، اصلا سیستم اینجوری نیست. یعنی آدمی بوده که مثلا 200 نفر بیشتر نداشته. ویژه بودن اون آدم برام مهمه. فقط نمونه شو دارم بهت میگم، من وقتی که این پیشنهاد رو میدم ایرانی چجوری برخورد میکنه؟ ایرانی میگه که بذار فکر بکنم یا بذار ببینم که من. خب میگم به چرا، میگم به چرا. نه حالا بذار من ببینم. من میگم که باشه فکر بکنیم. بخو من 24 ساعت و 48 ساعت کلن اصلا زمان نمیدم با آدم ها. چون انقدر آرتیست نخبه روی این کره زمین وجود داره که من که بخوام تا آخر عمرم این کار رو انجام بدم حتی بدون فارسی زبان ها، هم زمان کم میارم هم آدم کم میارم. ولی خب آدم هایی که برای من ویژه هستن رو دوست دارم حتما بیارم خب باشون گفتگو بکنم و جواب نمیده. خارجیه چجوری برخورد میکنه؟ میگه که چه آیدیای خوبی، I'm in، من با تو گفتگو میکنم. و من تو اونجا که یکی نگاه اون اصلا نگاه نمی کنه که اصلا شاید گفتگوهایی که من انجام دادم خیلی گفتگوهای آنچنانی نبوده، اون میاد به ایده تو نگاه میکنه و همونجا این کانکشنه برقرار میشه. اما با نه همه ایرانی ها ولی با خیلی ها که من گفتگو کردم و اصلا اون کانکشنه اتفاق نمیفته و من همونجا معذرت میخوام، میگم که اصلا چون وقتی من نتونم خودم اصلا همون تک اون انرژی رو دریافت بکنم، هر آدمی میخواد باشه باشه، همونجا خدافظی میکنم و میگم مرسی از وقتتون، من پشیمون شدم. این خیلی نکته بارزی بود که بین این من و اون اصلا این سوال منیت از اینجا خیلی تو شکل خدا منیت وجود داره، منیت تو موزیسین های ما وجود داره طی این 40 سال میکنم. من راجب من فقط در مورد موزیسین ها میگم. تو موزیسین های ما وجود داره، مخصوصا تو موزیسین های کلاسیک ایرانی سنتی. تو موسیقی پاپ این رو خیلی کم میبینی. من اینو اتفاقا گفتم، دعوت نکردم تا حالا از کسی که کار موسیقی پاپ میکنه. بچه های پاپ خیلی راحت تر با جوین میشن، خیلی راحت تر با رفیق میشن. میدونی چی میخوام بگم؟ چرا؟ دلایل خیلی زیاده. ببین یه موزیسین باید هزار و یه دونه فکر بکنه وقتی که تو بهش پیام میدی یا من بهش پیام میدم. از منم میپرسن، خیلیاشون منو میشناسن، خیلیاشون منو نمیشناسن، یا میبینن که دوست مشترک داریم قبول میکنن. برای چی باید فکر بکنن؟ به این فکر میکنه که الان من با این صحبت بکنم چه سوالی میپرسه، این لایو دیده میشه، من ممنون کار میشم، من با ارشاد به مشکل میخورم. باور کن از اینا بچه ها میترسن تو ایران. تو ایران حالا این داستان آره خودپسند بودنه که وجود داره، من اصلا منکر این نیستم. داخل ایران صحبت نمیکنم، من راجع به ایرانیای خارج از ایران هم دارم صحبت میکنم. میگم توی ایرانی این رو هم دارن، کنار اون تکبر و اون خودپسندیه اونم هست. خب بعد ما موسیقیمون موسیقی انفرادیه. تو نگاه کن در طول تاریخ ما همیشه کنسرت هایی که خارج از ایران حتی گذاشتیم، یه خواننده بردیم، یه تنبک بردیم، یه دونه ساز بردیم. ما اصلا موسیقیمون موسیقی ارکسترالی نبوده. چند سال اخیره که 5-6 سال اخیر 10 سال اخیره که بچه ها دارن تنظیمات هارمونی میکنن، یعنی دارن هارمونی ایجاد میکنن توی موسیقی. ما موسیقی قدیممون یه خطی بود، یه خط، همه سازها میشستن 10 تا 15 تا ملودی یکی بود، روی یه ملودی کار میکردن. الان تغییر کرده، الان تنظیم میکنن، الان خط ملودی ها فرق میکنه. خب تو تصور کن کسی که فقط عادت کرده بودی که خودش ساز بزنه و اخمو بره سر تمرین، حالا این اخمو رفتن سر تمرین هم باز دلیل داره، باور کن، به خاطر اینکه سر تمرین گروه موسیقی سنتی شوخی نکن اون ساز داری صدای منو؟ الان اومدی دوباره. خب انقدر از این فشارا بهت می آوردن که تو اصلا اگه میخواستی با بشکن و خنده و اینا بری سر تمرین که اصلا ذوقت کور شده بود. من سر کلاس مرحوم جلال ذوالفنون ادای راه رفتن حضرت استاد رو در می آوردم. اوکی؟ شاگردایی که همشون هم اسمن و معروفن الان،
میگفتن که نکن این کارو، یعنی چی زشته فلان. خود استاد حال میکرد، خود استاد میگه دم انت یعنی چی با حال بودی. خب من با اون تفکرات میام بعد مثلا اینجوری. خب الان ساز زدن منه دیدی، ما تو اجرامون هم اینطوری وقتی ساز میزنیم چون باید یه حالت غمگین سرپایین. آقا این چه ادا اطواری، من خودم باش مشکل دارم. آرتیست غربیه رو میبینی، ترک رو میبینی، میگه میخنده رو صحنه، با چشاش حرف میزنه باهات، اصلا مشکلی نیست. دلایل زیادی داره، دلایل زیادی داره و ریشه داره، میدونی دلایل ریشه داریه. الان تو یه ساعت حرف زدن خیلی معرفت دارم روش. نه ولی جالب بود چیزی که گفتی برام. خیلی ما فرصت داریم، من خیلی دوست دارم تار بزنی. من تارهای تو رو خیلی خیلی دیدم توی این صفحه که انجام میده. تو تار زدی، سه تار، درست میگم؟ سه تار برای تار زدم. سه تار. آره. یک، من قاعدتا دوست دارم قطعاتی رو که اجرا میکنم قطعات خودم باشه. اوکی. اونم به خاطر دیگه سن و سال دیگه، وقتی پیر میشی دیگه من فکر کنم ساز معلوم نیست. آره الان معلومه، الان یه سر دیگه دوربین رو میشه کنم. اوکیه، صدا رو هم تست بکنیم.
سرباز قدیمی، سرباز قدیمی، گلوله هایی که در تن پنهان شده از پایان جهان ممنون واقعا خیلی خیلی ممنونم. امیدوار بودم که میتونستم بیشتر گپ و گفت بکنیم، بیشتر صحبت بکنیم. مرسی که قبول کردی گفتگو بکنیم. عزیزمی قربونت، من ازت تشکر میکنم، مراقب خودت باش، مرسی. ایشالله که فرصتی باشه بیشتر رو هم دیگه گپ بزنیم. حتما، مرسی هومن، خیلی لطف کردی، باز صحبت میکنم. خدا خدا. دوستان عزیز بسیار بسیار ممنون، بسیار گفتگوی خوبی بود با هومن حاجوی. اگر میخوایم بیشترش به هومن بدونیم بریم به صفحه خودش. ببخشید من خیلی زود باید تمام بکنم که بتونم نه آپلودش بکنم. مرسی.